با درود، با سرود و درود. گفت این هفتگی های ما، این هر هفته دیداره با هم، یه جوری شده که من اصلا مثل این که نزدیکش که میشم، مثل اون اولایی که میمدم جلو دوربین میشستم 40 سال پیش، دست و پامو گم میکنم. فکر میکنم الان شما همه تون با ذره بین نشستید و با دقت حرفای منو گوش میکنید و دنبال این که یه جا من خدای نکرده اشتباه کنم گریبان بگیرید. حق دارید، حق دارید. اینقدر بر سر ما منت دارید شما که وقتی تونو میذارید میشینید حرفای ما رو گوش میدید. اون روز به یکی از دوستانم میگفتم، گفتم واقعا چه حرفه‌ای از این حرفه زیباتر که شما هر روز میتونید با مردم صحبت کنید، هر روز میتونید به درد دل اونها گوش بدید. اون اوائل خیلی به من میگفتن آقا چرا تلفن نمیذاری رو میز مستقیم مثل همه؟ اون تلفن هیچ چیزی رو حل نمیکرد. تلفن وسیله‌ای میشد در دست یه عده‌ای برای آزار دادن، برای ناسزا گفتن. من همین الان بهتون دارم میگم، من از این ردیفا دارم. یکیش همون جاسوسیه که در پاریس از جاسوس جمهوری اسلامی، که به قول یه دوستی گفت فیلم بردار که نشدی هیچی، جاسوس خوبی هم نشدی برای رژیم، چنان خودتو لو دادی که توی آمریکا پاد به واشنگتن رسید، با خانواده بیرونت کردن، بیچاره اون خانواده و صدای آمریکا هم پشت سرش. از اینا داریم. زنگ میزنن ادبیات فامیلیشون رو نثار من میکنه، همونجور که مثلا پدرشون با مادرشون حرف میزده، خودشون تو خانواده حرف میزدن، اون حرف رو تکرار میکنه. حالا من تلفن گوشم اینجا، شما هم نشستید، این آقا تلفن بزنه و شروع کنه ناسزا گفتن. چقدر آدم، من جلوی بینندم خجالت میکشم که این حرفا داره پخش میشه. ما همینجوری که نمیدیم یه دوربین بذاریم شروع کنیم حرف زدن. ایران فردا لایسنس داره از آفکام، ضوابط داریم ما اینجا. حالا شاید در یک کشور دیگه ضوابط نداشته باشه، هرچی داشته. من دیدم یه کانال هست از صبح تا شب فوش خواهر و مادر میده، ضوابطی نیست، ولی اینجا ضوابطه. حرمت داره ایران فردا. شما برای این تلویزیون حرمت قائلید. نوع نوشته هاتون، نوع انتقاداتون، نوع کلامتون متفاوته. گمان نمی کنم با هیچ تلویزیونی اینجور سخن بگید. پس ما هم وظیفه داریم شرایطی فراهم بکنیم که لغو و حجو از این تلویزیون بیرون نیاد. هفته پیش دو تن از شما، یکی یه پزشک سرشناس، یکی همسر یک پزشک سرشناس، هر دو از اتریش و آلمان، نهایت لطف رو به من کردید. همین همکاری شما با من و با تلویزیون ایران فردا دانش منو بالا میبره. اطلاعاتی که میدید برای مردم بسیار مناسب و مفیده. بنابراین بسیار ازتون سپاسگزارم و بسیار از همه اونایی که از طریق تلگرام، از طریق واتساپ، از طریق وایبر و دیگر شبکه‌ها و ارتباطات اینجوری اینترنتی به من اطلاعات میدن. خب گاهی هم وسطش اون دستگاه مربوطه رژیم در خیابان کاخ، خیابان فلسطین، از این مطالب به من میفرستن که برای آبرو بردنه. یعنی آدم بگه بعد معلوم بشه درست نیست. خب من دیگه خیلی با تجربه شدم تو این زمینه، از سر قتل‌های زنجیره‌ای. بنابراین با دلی پر از مهر، با نگاهی پر از عشق برنامه را آغاز میکنیم با پیام های شما. اخبار شبکه خدا رو شکر همه چی رو به راه، برنامه های تازه هم داره تولید میشه و خوشحالم که از برنامه آقای فردوست که دوست و همکار عزیزم پرویز کاردان ساخته بود استقبال کردید، از برنامه اختاپوس هزار پای سپاه استقبال کردید، همینطور از برنامه های دیگه که داریم براتون پخش میکنیم. و یک
مصاحبه داشتم با بهروز بهنژاد عزیزم، رفیق هزار سالم. قسمت اولش رو دیشب دیدید و قسمت‌های بعدیش هم خواهید دید. فکر میکنم یه مصاحبه متفاوت شده. خب اولین پیام گویا رو میشنم. سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر نوری‌زاده عزیز. به امید این که من آرزوم اینه که شما وزیر امور خارجه بشید انشاءالله به همین زودی ها. ولی من به عنوان خودم هم اروپا زندگی میکنم، به عنوان یک کسی که همش این پیام هم دادم، ولی متاسفانه به پیام های من زیاد خب پیگیری نمیشه. خواستم خدمت جنابالی و خب بالاخره با تمام سرانام در تماس هستید، چطور ایشون حسن آقا تشریف میارن برای سازمان ملل، چجوری ستا جوان عزیز کرد رو گرفتن در عرض چند دقیقه به بار به دار آویزون کردن؟ آیا اینها تا که میخوام جو کش بدن و زندگی اینجوری بخمیدن؟ به عنوان اینکه جنابالی رو میدونم و در صحبتات مشخص هست که خیلی در همه رسانه تشریف داری، چجور فشار روی ترامپ یا اینها رو نمیبینن، نمیدونن یا نمیخوان انجام بدن، میخوان همینجوری ما بزنیم تو سر پول هم چند آواره داشته باشه؟ من یه زن 80 ساله الان چرا باید گوشه قربت بمانم؟ باشن باز حقوقی که من دانشگاه به من میدم، من شوهر من استاد دانشگاه تهران بوده، بارها خدمتتون گفتم اگه یک اسمشو بیارید برای آقای همون دکتر احمد دامغانی واقعا میتونن. من مرتب در منزل ما بود، پای شوهر من افتاد شکست، لطف کردن، شوهر من پول نداشت، من رفتم ازش قرض گرفتم تا شوهر من بهتر شد، چک براش بردم دادن اینها. آخ تایم تموم شد، دلم خواست گوش بدم. این راست میگویند، ایشون همسر یکی از ارزشمندترین استادان ما هستن. متاسفانه مجاز نیستم اسمشون رو بگم، شاید نخوان، ولی متاسفم که صداشون قطع شد. بانوی نازنینم، آقای روحانی به احتمال زیاد خواهد رفت. یه درصد کوچکی ممکنه که آخرین لحظه آقای خامنه‌ای بگه نرید و آقای ظریف بره. ولی اگر آقای روحانی بره و صحبت نکنه با ترامپ، بیهوده داره میره، اوضاع ما بسیار بدتر خواهد شد. در سازمان ملل احتمالاً کسی که براش دست میزنه آقای جعفری نماینده بشار اسد، لابد اون مال عراق هم یه نیم دستی یواشکی میزنه که آمریکایی‌ها نبینن. این متحدان و دوستان جمهوری ولایت فقیه هن. حتی کره شمالی هم دیگه براشون دست نمیزنه. اخیراً شنیدم داره کارشناساشو از ایران بیرون میبره، اونایی که در قصر فیروزه و دورور ساکنن دارن بر میگردن. حسن آقا جلوی مردم ایران رفوزه شد، بد جوری هم رفوزه شد، توتال فیلیر. خداوند آدم رو گاهی عاقبت به خیر میکنه، گاهی بد عاقبت. نمونش پیام بعدی رو میشنویم. با سلام و درود خدمت آقای علیرضای نوری‌زاده عزیز. آقای نوری‌زاده، شما تو برنامه 16 شهریور و 6 سپتامبر که با آقای سازگارا داشتین فرمودین که خمینی چه زیرکانه تونست آقای سنجابی و گروه های ایکس و گرگ رو بکشه زیر عبای خودش و از اونا به روش خودش کار بکشه و حسبشون کنه. ولی من فکر نکنم که آقای خمینی آنچنان زیرکی داشت که بتونه اینا رو جذب خودش کنه. اینا با طمعی که داشتن و سادگی که تو خمینی حس کرده بودن تن به این کار دادن، وگرنه فکر نکنم به این سادگی هم که من و شما فکر میکنیم بوده. امیدوارم اگه امکانش باشه که پیام منو گوش کنین، میدونم با مشغله‌ای که دارین احتمالش خیلی کمه.
و به هیچ عنوان نه من و نه بینندگان از دیگری از این که پیاماشون رو نخونین و صداشون رو پخش نکنه فکر نکنن از شما از برنامه‌تون دلگیر بشن. شما همگی میدونیم که چقدر سخته، واقعا مشغله زیادی داریم، ولی امیدوارم اگه فرصت شد این پیام رو پخش کردین بیشتر توضیح بدین که آقای خمینی زرنگ نبود، این گروه ها تمهکار بودن، این گروه ها رفتن زیر عبای خمینی که اون زیر یه چیزی نصیبشون بشه، ولی غافل از این که آخوند هرگز دست بده نداشته، دست بگیر داشته و دست بکش داشته. ممنون و متشکرم. ممنونم دوست من. اولا دوی پیامت پخش شد. ما ببین هیچ استثناء و امتیازی نمیذاریم برای یه پیام در برای پیام دیگه. 500 تا پیام میاد. الان شما فکر کنید باورتون نمیشه الان این چیزی که داده به من پومن، خدا میدونه چند تا پیامی که شما توی تلگرام فرستادید، توی واتساپ فرستادید. خب من نمیرسم همه اینا رو بخونم، این دلیل بر بی‌اعتنایی نیست. یا پیام های صوتیتون، آرش برای من میفرسته یه مجموعه، مثلا میرسیم 15 تا 20 تاشو پخش کنیم، همه رو نمیتونیم. در حال ممنونم از پیام. ببین عزیزم، دو سوی قضیه، حرف شما رو تا حدی قبول دارم نسبت به خیلی وقت شهرستانی که وزیر بود و شهردار شاه بود میاد دست خمینی رو میبوسه به این امید که خمینی دوباره شهردارش بکنه و اونم زبل، این زیرکی رو میگم، طرف دستشو میبوسه ولی یک کلمه نمیگه که تو آدم درستی هستی، برو حالا شهرداری بمون تا من شهردار تعیین کنم. اینقدر زرنگه. آقای سنجابی شبی که میرفت من در منزلش باهاش مصاحبه کردم، در زیرزمین خانهشون که کتابخانم بود، بنده به اتفاق علی باستانی عزیزم درود بهش میفرستم، با ایشون دیدار کردیم. آقای سنجابی از جمله حرفایی که به من زد گفت میخوام برم این مرده رو بگم تو چی میگی، اما هدف اول رفتن به کانادا برای شرکت در بین الملل سوسیالیست. ایشون وقتی اومد به پاریس به محض اینکه دم آقای سلامتیان به ایشون خورد گفتن آقای خمینی مناسب نمیدونن شما برین کانادا چون نماینده اسرائیل هم اونجاست. حالا فکر کنید بین الملل سوسیالیستا جبهه ملی رو به عنوان یگان ارگان معتبر و مشروع اپوزیسیون به رسمیت شناخته و به عنوان یک جنبش سوسیال دموکرات دعوتش کرده. آقای سنجابی به جای که بره اونجا و رهبر بشه، رهبر جنبش ایران بشه، میره دست خمینی رو میبوسه. بعدم آقای سلامتیان سه تا مطلب مینویسن میدن دستشون، ایشون هم میره میخونه. من تو اطلاعات نوشتم توافق سنجابی با آیت الله خمینی، قدس‌زاده دلخور شد. زنجم مگو کدوم توافق، چون دلخور بود که سنجابی بالاخره قدس‌زاده جز جبهه ملی و اون مجموعه بود اولش، بعد نهضت آزادی رفت. گفت کدوم توافق؟ سنجابی اومد دست آقا رو بوسید، یه چیزی داد، آقا هم تصحیحش کردن دادن بهش، اصلا توافق صورت نگرفت. ولی بازرگان که رفت، اینه تفاوت ها که من به بازرگان احترام میگذارم. بازرگان برگشت تو دفترش مصاحبه مطبوعاتی گذاشت، ابوالفضل بود برادرزادش و الان هم هست و حی و حاضر. تموم که شد مصاحبه منو برد توی اتاق بغل نشستیم، ابوالفضل بود، گفت پدر منو در آوردی این آقا، مگه با این مرد میشه توافق کرد؟ مغزش جمود گرفته، اصلا حرف نمیشه باش زد، فقط حرف خودش. میگیم آقا مملکت به این نره، ارتش اونجاست میزنه لتوپار میکنه. میگه نه ارتش با خودم. بازرگان بیچاره نمیدونست خمینی که اعتقادی به چیزی نداره، به دروغ به ارتش میگه به ملت بپیوندین جایگاه خودتون رو داشته باشین، بعد ور میداره ربیعی رو اعدام میکنه، ور میداره تمام اون افسرهایی که تو اون شورا امضا کردن اون رشکودن میگیر میکشه.
آقای تیمسار، آقای سپهبد، آقای ارتش بود، آقای خودت باش. خیلی خوب بیدن که پیوستن بیطرفی ارتش رو امضا کرده، گرفت کشتش. منظری از سنجابی به یادم هست، اوائل فروردین بود، من میرفتم توی نخست وزیری، سنجابی داشت اومد، کمرش هم بسته بود، درد میکرد، دستشو به دیوار گرفت اومد پایین. گفتم آقای دکتر چیه، چطور اینا؟ گفت داغونم، دارم میرم، طاقت ندارم دیگه. داماد آقای دکتر یزدی شده وزیر خارجه، برای من تصمیم میگیره. میخوام بگم این بود، متاسفم. هموطن بعدی. آقا لطفا راجع به این کردهایی که اعدام کردم یه برنامه بذارید لطفا، راجع به کردهایی که اعدام کردم سه نفر لطفا. ممنونم دوست من، ما برنامه گذاشتیم، برنامه خودم، برنامه آقای چالنگی، برنامه کاردان، برنامه اصطلاحی، تو تمام برنامه تقریبا ما به این موضوع پرداختیم و عزیزان منم کردها و همینطور درباره تجاوز رژیم جمهوری جهل و جور و فساد به مقر حزب دموکرات کردستان مرتب قرارم بود با خالد عزیز صحبت کنم ولی تلفنش جواب نمیداد، بعد با یه دوستش حرفم گفت جلسه داره، بعد دوباره زنگ زدم، خط عراقم خط خیلی خوبی نیست. اجازه بدید از پیام های مکتوب شما یکی رو قرائت کنم. خواهش میکنم در مورد سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و مدیر عامل اسبق و فاسد آن آقای حسین شاهوی و فعلی و فاسد و متعفن آن آقای اسکندری که تحت حمایت دفتر رهبری است و این مطلب رو خود ایشان بارها عنوان کرده و فساد در شرکت‌های زیر مجموعه آن و خرید و فروش زمین، کارخانه از جمله پارسقو، جهان و شهاب، چه شهاب نوستالژیکی با یه مدیر عامل بچه سال که چند سال بیشتر نیست از اندیمش به واسطه قرابت با آقای اسکندری به تهران آمده و می‌خواستن زمین 100 میلیاردی رو 50 میلیارد بفروشن و حالا به ظاهرن اعلام کردن منصرف شدن ولی در باطن انقدر بین خودشون بازی میکنن تا آبها از آسیاب بیفته. بین شرکت معین کوثر سازمان مطبوع معامله بشه و خودشون به نوایی برسن. خب همین، و گفتم تا شما عنوان کنید و بعد از عنوان کردن توضیحات تکمیلی را میدم. بسیار خوب دوستم، ما عنوان کردیم بدون اینکه الان من اینجا مدارکی در دستم باشه که حرف شما رو تایید یا تکذیب کنم. به هر حال وقتی اسم آدم ها برده میشه من خیلی حساسم، باید تحقیق کنم. ممکنه یه نفر بیاد با یکی بد باشه بگه آقا این دزده، خب این میلیون ها نفر میشنوند. بعد ترمیم این کار بسیار سختیه. من وقتی میگم آقای مقدم در دفتر مقام معظم رهبری دزده، مدرک دارم، ارتباطشو با دکتر طاهری میدونم، پولایی که بالا کشیدن، دکل و غیره میدونم، مدرک جلومه میگم، یا راجع به بانک صادرات دبی میگم مدرک دستمه، چون گفتم ما جزء آفکامیم، ما نمیتونیم رو هوا همینجوری اتهام بزنیم، باید دقیق باشیم. به هر حال اجازه بدین راجع به اینم کوثرم تحقیق کنم. یه پیام دیگه کتبیرم براتون قرائت میکنم. من کارگر ساختمان هستم، تو سه سال گذشته کلن دو ماه سر کار بودم، به خدا مدت هاست که یک وعده غذا میخوریم، دیگر روی قرض گرفتنم ندارم. اکثر مردم مثل من هستن، به خدا از خودم خجالت میکشم، دیگر نمیدونم چه کار باید کنم. اگر اسلام این است ما دیگر مسلمان نیستیم. از برنامه خوبتان تشکر. حالا اجازه بدید یه پیام گویا بشنم. سلام خدمت جناب نوریزاده عزیز، تشکر از این همه برنامه های پرباره و این همکارای فوق العاده خوبه، مثل خود تمیز، شیک، سخنور، مؤدب، آگاه، دانا، کمک رسان. ولی آقای نوریزاده، این همکار جدید و این آقای فروزنده رو
بهش نمیگی این برنامه ها چیه، از کجا اومدی، از کجا رونده شدی، این چه برنامه بود، این هفته داشتی چه نسیم شمالی، تایلند رو مثال میزنی، تو دعوا نرخ برای خودت تعیین میکنی، داماد بودم دو هفته عروسی کردم رفتم، خلبان به من نشونه زنبدار بوده، نمیدونم مهموندار، تاکسی، فلا و همه اینا رو گفتی. بعد میگی چرا مردم ایران هی از سکس زنهای مشهد حرف میزنن، فقط از خزر حرف بزنی؟ مگه فقط خزر تنها درد ماست؟ مگر فقط زنای اونجوری درد ماست؟ مگر جنوب درد ماست؟ مگر بچه های یتیم؟ مگر زنای بیشوهر؟ مگر نون نداشتن سفره های مردم؟ همه اینا درده، نمیتونیم یکی رو بگیریم بقیه رو رها کنیم، فقط حرف از خزر بزنیم هر جا دیگه هر طور شد؟ مگر اهمیت یه موضوعی کم میکنه از اهمیت موضوع دیگه ای؟ اینا همه درد جامعه ما، چه حرفی میزنی؟ رفتم تو شهر همه زنا اینجور بودن، فلان بود، سمینار بود، اونجا رفتم زنا بدکارها بود، این حرف یعنی چی؟ ایرانه با اون همه قدمت، با اون همه ثروت، با اون همه آگاهی خانماش، بعد شده تایلند برای جماعت عراقی و هر ملیت دیگه. سپاسگزارم بانوی عزیز، قد شد مثل که زمان تموم شد. اولا همکار عزیز من آقای فرامرز فروزنده، طبیعتا هر کسی سلایقی دارد و علایقی، شما نمیتونید بگید چرا آقای فلان اینجوری حرف میزنه آقای فلان اونجوری. اون نگاهش ارزشمند برای من، اون ساعته، اون ساعتی که فرامرز فروزنده توش هست، اولا بسیار آدم فرزانه است، آدم بخردی است، مسائلی که میگه رو هوا نمیگه، متکی بر آماره، بر اقوال آدمهای درسته و احساساتش هم بیان میکنه. ناراحت میشه وقتی راجع به زنهای خراسان اینجور میشنوه، براش تلخه، دردناکه، مثل هر آدم با شرف ایرانی. یا درباره دریای مازندران شما باورتون نمیشه، اگر این واکنش مردم ایران نبود، اینا اون سند دومی رو امضا کرده بود. شما اینا که مهری به وطن ندارن، هتو ناقاره زدن آقای ظریف امیر کبیر ایران، مصدق جدید، از این القاب بخشی هایی که من واقعا متاسفم، یک رگ، یک موی مصدق توی تن آقای ظریف باشه یا توی موی امیر کبیر. مصدق شوخی میفرمه. خب دریای مازندران این آنچه اتفاق افتاد، این واکنش مردم خیلی طبیعی و درست بود، پاره تنشو داره میکنه، یا آنچه در مشهد در خراسان رخ میده توهین به ماست. بچه عراقی ها بشتن پولای ایرانی بزن رو زمین با عکس خمینی بگه ها نگاه کن این همش میشه یه دینار، میری مشهد کیف میکنی با زناشو، توهین به ما، توهین به ما. ما چی به عراقی ها دادیم؟ واقعا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد بهشون دادیم. اجازه بدید من این حکایات رو وقتی یادآور میشم خودم ناراحت میشم. درنگ کوتاهی بکنیم، یکی از اون ترانه های بی نظیر علی جان پیدا کرده گوش میدیم با هم. چشم مرغ و مار مشکی زلف تاب و دار پارچین، حالم رو خراب کرده، دلم رو کباب کرده، حالم رو خراب کرده، دلم رو کباب کرده. Oh,
محمد معتمدی و روزاریو ترمنیتا، آمیزه از موسیقی ایرانی و فلامینکو و اسپانیش. آقای معتمدی ممنوع الکار شد در ولایت فقیه. واقعا متاسفم، صدای ناب، صدای پرقدرت یه جوان و اینطور میتونه با اون تحریرهای موسیقی اسپانیایی رقابت کنه، برابری کنه. درجه یک، فوق العاده بود. باور کنید دست و دلم به کار نمیره. خبرشو گفتم براتون، ولی ناصر که رفت خیلی اذیت شدم. ناصر محمدی مثل یه برادر بزرگتر بود، کمی با ما تفاوت سنی داشت. دیر سالی با هم زندگی کردیم. نیم روز وقتی اومد، بعد کیهان لندن، جمعه ها، روز شنبه ها دکتر مقالت نوشتی آماده و همینجوری یک شنبه مقاله رو بفرستم فکس کنم و با دقت میشه تصحیح، یه وقت حرفی پس و پیش نشده باشه. محبت داشت، نویسنده بسیار خوبی بود و همکار ما بود در ایران فردا و همینطور در سازمان پژوهش‌های ایران، مرکز پژوهش‌های ایرانی عرب، در نشریه عربی ما الموجز او مطالبی مینوشت که بار ترجمه شد، جمال عزیز بر عهده داشت. ناصرم رفت، یکان یکان وای نگاه میکنم، لقایی رفت، پرویز اصفهانی رفت، محمد پورداد رفت و حالا ناصر محمدی، افشین مبصر، همه آدمایی که دوستشون داشتم. هی دفتر ختم میخوره. خب بریم یک پیام کتبی شما رو بخونیم. سلام خدمت شما، برنامه چهارشنبه 21 شهریور شما رو نگاه میکردم. طوری از آقای خامنه ای صحبت میکنید، همچنان از اعمال و کشتاری که از ایرانیان راه انداخته در تعجبید. یقین بدانید همه کارهایی که انجام میشه فقط به دست شخص خودش است. از قطع برق، آب، کشتن کردها، موشک پراکنی، همه و همه به دستور مستقیم خودش است. به نظرم ما مردم ایران هیچ کار نمیتوانیم انجام دهیم مگر کمک آمریکا، چون اروپایی‌ها طرفدار این حکومت هستند، وگرنه با معاصره اقتصادی به جز گرسنگی مردم هیچ اتفاقی نمی‌افته. از شما خواهش می‌کنم با تعجب از اعمال آقای خامنه‌ای صحبت نکنید، چون آن موقع که به نظر شما خوب بوده هیچ مقامی نداشت. کاملاً باهات موافقم دوست من. این تجربه که آدم توش قرار می‌گیره مهمه، که شما وقتی به اون مقام می‌رسید. ببینید مثال براتون می‌زنم، آقای وثوق الدوله، نخست وزیر پرقدرتی که بعد از انقلاب مشروطه، بعد وقتی که میاد دو سال و اندی حکومت داشته، حالا اون ماجرای قرارداد پیش میاد و خونه نشین میشه، یه دورم وزیر میشه تو این سالها اوائل رضاشاه، بعد تو خونه میشینه توی منطقه تهران نو، جون باقی که داشت رو تشکیل داد، تا پایان اون وثوق الدوله میمونه.
اعتبار و جایگاهش حفظ میشه. قوام سلطنه، حضرت اشرف لقب رو میگیرن. اون وقت که استاندار خراسان بوده، بعد مهم تقی خان پسیان میاد دستگیرش میکنه، از سیزده به در برمیگشته، بعد داستان بعد از کودتای 99 نخست وزیر میشه. حالا همه این آدم بررسی میکنه، این آدم بعد در سال 1330 نخست وزیر میشه، چه اتفاقایی میفته اینا، اما قوام سلطنه میمونه. چون اینا استخون داشتن، ریشه داشتن در این خاک. مصدق سالها تبعید در دهکده خودش احمد آباد، مصدق میمونه، یه نامش یه دفعه تکون میده جامعه سیاسی رو. اینا رو نشون میده که اینا براشون مقام یک گذرگاهه که در این گذرگاه باید خدمت کنن، باید وقتی در یه جایگاه قرار میگن به مردم خدمت کنن. واقعا همون از جمادی مردن و نامی شدنه. این بعضی ها سیروره معکوس دارن، برعکس، اول آدمی هستن، هر گام که بالاتر میرن از نظر مقام ظاهری یک پله از مقام انسانی فرو میآیند. من اگر تصویر میکنم اون آقای خامنه‌ای رو که میشناختم میگم، من آقای خامنه‌ای رو نمیشناسم، من اونی رو میشناسم که تو گاراژ تسسه مشهد اون تصویری که پدرش به پدرم داده بود آورده بود. من مشتعل عشق علیم، چه کنم؟ من آقای خامنه‌ای رو میشناختم که روی پله مدرسه علوی نشسته بود، پیپ دود میکرد و به بوزینه هایی که دور آقای خمینی میچرخن میخندید با لفظ بوزینه. نگاه کن، نگاهش کن. اونو میشناختم، اینو نمیشناسم. هموطن بعدی، پیام گویا. سلام بر دکتر نوریزاده عزیز، قربونت برم دوش من عزیز من، شما که از ما بهتر میشناسین. همون پدرشو میگن امروز سر قدرت میبود، مثل هم بچهش ادام. اینایی که شما میگین خوب بودن و خوب بودن، قربونت برم، اینا همه در قدرت نبودن. قدرت که به دستشو بیفته همه شو میشن دید فدایی تو خود. همین حرف الان داشتیم میزدیم. بله، این قدرت خانم یه شب با آدم میاد تو هجله، بلایی سر آدم میاره که پیرمردی مثل خمینی هم جان و دلشو دیگه میگذاره. سعیدی سیرجانی بزرگ در داستان شیخ صنعان به زیباترین وجه حکایت قدرت خانم و سید روح الله رو نوشت. همینه، با یک شب طرف رو چنان میکنه که تمام عبادت و اعتبار و منزلت رو به یک نگاه قدرت خانوم میده. نشستی یه بوزینه مثل جنتی میاد جلوت، بهت میگه مقام معظم رهبری، ولی یه امر مسلمانان جهان. ممتقی مصباح یزدی فیلسوف و دوله حوزه میاد کفشت و میلیسه. شما در جمع آخوندا، نمیدونم میدونید یا نه، در جمع آخوندا این مسائل خیلی مهمه. به کسی بگن حجت الاسلام و او خدا آیت الله بدونه، وای، شما برید به جوادی عاملی بگید حجت الاسلام، ببینید چه جوری میشه. آقای خمینی یکی از دشمنی هایی که با مرحوم آقای شریعت مداری داشت این بود که در چندین نامه آقای شریف مداری ایشون حجت الاسلام و المسلمین خطاب کرده. حجت الاسلام و المسلمین حضرت آقای حاج آقا روح الله خمینی. بعد آقای خمینی و دار و دستش آقای منتظری رو میخواستن بکاهن از منزلتش، میگفتن حجت الاسلام شیخ ساده لوح، در حالی که مرجعیت آقای منتظری که شک نداشت بهش، از همه اینا باسوادتر بود. تو همون دروس حوزوی و کارهای خودشو. بنابراین تغییر جایگاه یه دفعه اصلا زیر و رو میکنه طرف رو. باید موافقم، آره عزیزم، ولی باید گاهی بهشون گوش زد کرد، گاهی باید گفت.
گذشته رو به یادشون آورد. این به یاد آوردن گذشته خیلی به نظر من مهمه. میشنویم پیام هموطن بعدی رو. سلام به آقای نوریزاده عزیزم، استاد بزرگم. من دانشجوی حقوق هستم و تمام برنامه های شبکه شما رو نگاه میکنم و میخواستم یه تشکر ویژه کنم از برنامه امشب آقای چالنگی که آقای شاهین‌پر آورده بودن. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. من واقعا علاقه خاصی به آقای شاهین‌پر دارم و امیدوارم که بیشتر ایشون رو ببینیم در برنامه های آقای چالنگی یا با خود شما استاد نوری‌زاده. با تشکر، خدا نگهدار. سپاسگزارم عزیزم، ممنون. حتما ما هم چالنگی که دوست داریم که اون جدا ناصر که اصلا حکایتی داره. ناصر واقعا انسان فرزانه و محقق و گزینش از تاریخ بی نظیره. ممنونم ازت، ممنون. سلام ما رو به همه دانشجویان حقوق برسونی. روزگاری بود، خب دور بوده، دور. بندم اونجا رو اون کرسی ها میشستم، رو اون صندلی ها، و هنوز بهترین سالهای عمرم اون 4 سال رو میدونم و دوران سربازی. این دوتا رو با هیچی عوض نمی کنه. خب یک پیام گویای دیگه میشنویم. با درود خدمت کارکنان عزیز و مردم ایران، با حکم ولایت یا حکم حکومتی که رهبر توسط بیت تبلیغ رهبری صادر کرده و توسط قاضی صلواتی اعلام شده، خندیدن تحت هر شرایط و موضوعی در سر تا سر ایران در ماه رمضان ممنوع است. حتی اگر صدای خنده از خانه‌ای به بیرون شنیده بشه، تمام افراد اون خانه بلا استثناء دستگیر، زندانی به مبلغ 10 میلیون تومان جریمه نقدی و 80 ضرب شلاق محکوم خواهند شد. به این وسیله اعلام می‌داریم که این حکم قابل اجراست و توسط پاسداران، بسیجیان، سماق‌به‌دست‌ها، موتورسواران و سایر عوامل مخفی رژیم در سر تا سر ایران پیگیری و اجرا خواهد شد. و اعلامیه بعدی درباره ماه محرم سفر به دنبال این اعلامیه اعلام خواهد شد. ماه‌های عربی قابل اجرا در سرتاسر ایران است. ممنونم هموطن با طنز، من از آن سپاس گذارم. بله، ما اعتقاد داشتیم که خنده بر هر درد بیدرمان دواست. اینا میگن خنده چیه؟ یاد شهر قصه بیژن مفید عزیزم میفتم که سالها قبل از انقلاب، گریه کنید مسلمان ها، گریه کنید ثوابه. و فیلم سینمای مخمل باف، چه خطکار قشنگی بود. 100 سال سینما، علاقه مندان که میمدن تست بگیره ازشون، گفت گریه کن. گفت چرا گریه کنم؟ نمیخوام گریه کنم. گفت توی مملکت به گریه کنی. یک پیام کتبی رو میخونم. بله، تو رو خدا از گرونی ها بگید. امروز پراید زپرتی 38 میلیون تومان شد، رفت بالاتر. دوست من تورم بیش از 80%، مجلس و دولت تازه میگن 19% شده. مسئولین انگار توی کشور دیگه زندگی میکنن. واقعا هم طوره. در رسانه آمد نیوز که یک مقاله منتشر شده به قلم آقای کاوه آهنگری، در این مقاله از واژه ملیت ها استفاده شده، در صورتی که ما یک ملت هستیم به نام ملت ایران با تنوع زبانی و قومی. خواهش میکنم آقای نوری‌زاده جوابشون رو بدین، چون شما دشمن کسانی هستید که دم از تک تک شدن ایران میزنن. بله عزیزم، حتما همینطوره. آقای کاوه آهنگری یکی از هموطنان کرد ماست، بسیارم جوان روشنی، خیلی دو حزب دموکرات کردستان و آدم یک کنفرانسی هم ما داشتیم اینجا شرکت کرد. در اونجا از این حرفا نمیزد. این واژه غلط ملیت ها خیلی غلطه، چون اصلا نیشن، نوسیون، نیشن، این واژه که
درست شده یه واژه جدیده، جدید الولاده است، به یک کشوری که هزاران ساله اقوامش دست در دست هم دارن زندگی میکنن. ملیت، ملیت چی؟ ما یک ملت هستیم، یک ملت، ملت ایران. همونطور که دوست ما گفت با تنوع فرهنگی و زبانی و قومی، خیلی هم زیباست، خیلی زیباست. ما از یگانه ملت هایی هستیم که این تنوع قومی، این رنگ و وارنگ بودن سرزمین اعتبار میده به ایران. با کشورهای همجوار هر جا قومی هست اون طرف پسرموهاش، اقوامش اون طرف هستن. چقدر زیباستین. ممنونم ازم. یه پیام شفاهی رو میشنم. با درود فراوان بر سرور نوریزاده و همه همکاران شما، خسته نباشید. بارها دیدم که از دوست خانوادگی و استاد مهدوی دامغانی به نیکی یاد میکنید که باور دارم یعنی ایشان استاد شایسته‌ای هستند، ولی ایشان دختری دارند، یعنی تنها یک فرزند دارند، آن هم دختر است به نام فریده مهدوی دامغانی. تنها برای آگاهی شما بگویم این بانوی گرامی به راستی ذوق شده در ولایت هستند. هرچند در پاسخم خواهی گفت مانند همیشه که نیمه پر لیوان را ببینیم، باید بگویم که گهگاه نیمه تهی بر نیمه پر چیره است، میچربد. ایشان مترجمند، به چندین زبان آشنایند، ولی اینها انگیزه نمی شود. سرور نوریزاده، آگاهی و دانایی فراتر از این و انصاف و وجدان فراتر از این دانش هاست. ایشان ذوب شده در ولایت فقیه هستند. یعنی اینطور نیست دوست من، اصلا اینطور نیست، ببخشید اینطور نیست. و چون این قلب حقیقت، اجازه بدید من بهتون بگم. اولا استاد بزرگوار من دکتر احمد مهدوی دامغانی فقط یک دختر ندارن، فرزند بزرگ ایشون مهندس ناصر مهدوی دامغانی، دوست هم کلاسی من از دوران ابتدایی و رفیق رفیقانم، در فرانسه زندگی میکنه، مهندس معماره و یک میره ایران میاد مرتب. فرزند دیگر ایشون دکتر زهرا مهدوی دامغانی استاد شیمی در امریکا هستند در دانشگاه. بانو فریده مهدوی دامغانی که فکر می‌کنم افتخار هر ایرانی است، کسی که کتاب دانته رو، بهشت و دوزخ و برزخ رو ترجمه کنه به اون زیبایی. شما میگین ذوب شده در ولایت فقیه، عجب. خاندان مهدوی دامغانی، جد بزرگشون مرحوم آیت الله دامغانی، خانواده مذهبی بودن. فریده هم در دامان چنین پدری بزرگ شده، بر در کنار پدری که فریده بچه بود توی محضر پدرش میمد میشست آتقی براش شکلات و اینا میخرید، اون میشست خط مینوشت مثل پدرش. من زندگی کردم باشون، جزی از خانواده منن، جزی از هویت منن. و فرید بانو با کتاب‌هایی که ترجمه کرده، سلاستی که او در ترجمه از خودش نشون میده، من در کمتر مترجم بودم، ایتالیایی، فرانسه، انگلیسی، لاتین، بی لطفی نکنه ایزم، یه همچی کسی آدم نمیگه ذوب شده در ولایت. او بانوی معتقد است، همچون پدر بزرگوارش. ولی هر انسان معتقدی رو نباید بگید ذوب شده در ولایت. اگر ذوب شده در ولایت بودن، استاد بزرگوار من الان باید تو ایران بود، چون همه بزرگان اینا شاگردش بودن، از جوادی آملی گرفته بگیرید تا بقیه شون. همین آقای کروبی شاگردش بود دانشکده الهیات و سه بار ردش کرد چون قرآن غلط داشت. نگید اینو. فریده رو باید افتخار کرد، چند بار جایزه گرفته تو ایتالیا، تو مجامع بین‌المللی، تو بینال کتاب و غیره و غیره.
بی‌لطفی نکنید. ممنونم ازتون. پیام دیگه ای رو میشنویم. عرض سلام، خسته نباشی. خوب آقای نوری‌زاده عزیز، خدا قوت بده. عرضم به حضورت که میخواستم یه پیامی برای این سید حسن نصرالله بفرستم. امیدوارم فقط حرف من به گوشش برسه. مگه تو دین اسلام نمیگن که با اون نونی اون آبی که میخوری باید الله حلال باشه؟ بابا مردم ایران، مردم همه کل ایران دارن داد میزنن، نه سوریه نه لبنان. یعنی این نونه که به دست شما، این پولایی که به دست شما میرسه ملت ایران راضی نیستن. آقا از گوشت سگ حرومتره، سید حسن نصرالله. از گوشت سگ این نونا حرومتره، باز گوشت سگ فکر کنم حلالتر باشه. ممنونم عزیزم. پیامی دارم از این برنامه خوب بدم به مجاهدین خلق. بله، شما دو بار به ایران خیانت کردین. اول با شورشتون قبل از انقلاب که شما هم پایه از این بدبختی بودید، برای مردمی شاد و کشور رو به پیشرفتمون رو به پیشرفتمون. دوم زمانی که فرزندان این مرزوبون رو داشتن از وطن دفاع میکردن، با دشمن میجنگیدن، شما رفتین داخل بغل دشمن و شدین مجاهدین خلق عراق. شما به وطن و مردمش بدهکاری بزرگی دارید. البته وطن و مردم این وطن بسیار بخشنده هستند. اگه شما بخواید و به قول هم قوم خودم بختیار بزرگ، ایران هرگز نخواهد مرد. ممنونم عزیزم. در میان مجاهدین خلق، در میان افرادی که زندگیشونو رجوی و بانوش از اونا گرفتن، انسان‌های فداکار، وطن پرست، عاشق ایران بسیار هستند. امیدوارم این قلعه آلبانی هم به زودی درهاش باز بشه و اینها بتونن حداقل در میان سالی در گوشه آرام بگیرن یا به مبارزهشون ادامه بدن اونطور که خودشون. ما که سیر نمیشیم، اما وقت ما به پایان رسیده. بنابراین باید با عشق بگویم ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت همین جا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.